من عاشق شما شدم. مرا ببخشید، گستاخی کردم و عاشق شما شدم. میخواهم به وسیله این کاغذ از شما اجازه بگیرم. اجازه میفرمایید من گاهی خوابتان را ببینم؟ ببخشید، دست خودم نیست. آن چشمهای محترمتان قلب ما را میلرزند. ابن قیم میگوید نشانه دیگر آن است که وقتی معشوق به عاشق مینگرد، عاشق چشمهایش را ببندد یا به زمین چشم بدوزد، زیرا از عشق می هراسد و شرم دارد. با کاغذ تا شده تا حوالی ایشان رفتم، بیان که زهر ماری خورده باشم ملنگ بودم. نزدیکی منزلشان درخت انجیری بود. تازه خدا را شکر این طرف من جمعه بود و همه عاشقها خودشان می دانند که جمعه تکیگاهی برای این احوال است. جمعه لنگری است برای عاشق ملنگ و من عاشقی ملنگ بودم. ابن قیم می‌فرماید نشانه‌های دیگر عشق میل دیدار هر روزه عاشق از معشوق است که با این دیدارها اندوهش برطرف شود و با جدایی بلافاصله اندوهش برمی‌گردد. اما من یک سر قلقل می‌زدم از عشق. پا به ماه شده بودم. ویار داشتم و دلم مهتاب می‌خواست. دلم ماه میخواست، اما که چه دلی رفت به باد. من پیش از آن پنجشنبه که سلام بر آن پنجشنبه باد، یک بار در راه تخت جمشید عاشق شیر نری شده بودم و همه رؤیاهای من شیر نر شده بود. پس از آن روزی که عاشق شدم، رفتم آن خیابانی که به چهار راه سید علی میخورد. خانه قدیمی بود و شیر سنگی میفروختم. به چه سختی وانت کرایه کردم. چند نفری آن را سوار کردیم و من آن را به خانه بردم. شیر سنگی را در اتاق گذاشتم، روبروی خودم کنار کتاب‌های درسی‌ام گذاشتم و بنا کردم با شیر سنگی به درد و دل کردن که دیدم شیر نر چشم‌هایش پر اشک شد. دلم سوخت که پیش از آن به کوه‌ها حسرت می‌بردم. می‌گفتم خوشا به حال کوه‌ها که دلشان از سنگ است. پای عشق که در میان می‌آید، اما چنین نیست که داراب دست را بالا کرد تا او را بزند، کوه اما بگریخت. از آن روز فهمیدم عشق به من آموزاند که همه کائنات عاشق می شوند، که عشق یعنی مسئولیت، که عاشق مسئول است. و حالا عشق مرا اندازه کرد. عشق به من یاد داد کسی که خیشتن را در محاصره تنهایی میبیند، عشقش اصیل نیست، عشقش پلاستیکی یا چینی است. از طرفی عشق از جمله پدیده‌هایی است که معدود نمی‌شود. عشق اول و دوم و سوم ندارد، یعنی عشق یکی است و آدمی تنها یک بار عاشق می‌شود. چنان که آن روز پنجشنبه 14 اسفند من عاشق شدم، چنان که اساره آن عشق 30 و چند ساله است و یک پسر دارد.